با ایزانی که در سخن گفتن خطا کنند هم باید تنبیه شوند، اما پسر بچه ها را برای چنین خطاهایی باید شلاق زد. بچه های نظری فرزندان اشراف بودند، پس چگونه والدین آنها فرزندانشان را در چنین جاهایی رها می کردند؟ به نظر من این برداشت نوعی سوء تفاهم نسبت به اندیشه های غالب در دنیای قرون وسطاست، دقیقا به این دلیل که پدر مادرها فرزندانشون را دوست داشتند و نگرانشون بودند. سپردن اونا به عبادتگاه بزرگترین فداکاری ممکن در راه عشق به عقیده بود. پس چه چیزی بهتر از این بود که فرزندانشون رو به مکانی ببرن که در اونجا بتونن پیوسته برای رستگاری والدین دعا کنن؟ این کار در واقع مثل نوعی پرداخت بیمه بود که هم برای تعالی روح خودشون و هم برای روح فرزندانشون میدادن. هرگز نباید این اتفاق رخ بدهد که پدر و مادرها این کار را به بهانه گرامی داشتن کودکی فرزندانشان به تعویق بیندازند. زندگی قرون وسطا تنها محدود به مبارزه علیه گناه نمی شد، بلکه جنگیدن برای زنده ماندن و حفظ بقا را نیز در بر می گرفت. تلاش برای زنده ماندن یک کار تمام وقت بود. در قرون وسطا انگلستان کشوری روستایی بود و حدود 90% جمعیت در حومه شهرها و روستاها زندگی می کردند. آنها پیوسته چشم به وضعیت آب و هوا می دوختند و نگران خرمنهایشان بودند و بسیاری از آنان به ناچار اجاره های سرسام‌آور و فلج کننده‌ای را به اربابان خود می پرداختند. مثل اینجا در برینگتون، روستای کلاسترشایر در این ناحیه بزرگ و سرسبز قرار داشت. در کتاب رستاخیز می‌خونیم که یکی از کسانی که در سال 1086 در اینجا زمیندار بود، الفسیک از فرینگدون بود. این رو هم می‌دونیم که بعد از پیروزی نورمن، اون از چند ملک و خانه شاه در این قسمت از کشور مراقبت می‌کرد. اون خیلی پولدار شد، برای اینکه خیلی خوب میتونست اجاره املاک رو جمع کنه. شاید این تصور پیش بیاد که اون بین خانواده روستاییان این دهکده شخصیت منفوری بوده، شاید هم بچه‌ها از اون می‌ترسیدن. در همان کتاب آمده است که آن روستا جامعه‌ای پیچیده داشت و در آن سلسله مراتب حاکم بود. در اواخر قرن 11 حدود 65 خانوار روستایی در اینجا زندگی می‌کردند. 31 ویلانی در اینجا بودند که یک طبقه متوسط روستایی رو تشکیل می‌دادند. 8 بوداری که روستاییان فقیرتر بودند به همراه 25 برده. یک کشیش هم داشتند. اونا همه بزرگسال بودند. پس بچه‌ها چی شدند؟ اینجا باید پر از بچه باشد. با وجود این، در این کتاب هیچ اشاره‌ای به آنها نشده و این پدیده ای غیر عادی نیست. از بچه‌ها در اکثر اسناد و مدارک قرون وسطا اثری دیده نمی‌شود، چون جامعه تحت تسلط مردان بزرگسال بود. اما مکانی وجود دارد که در آن شواهد و مدارک قابل توجهی از تلاش و مبارزه سخت کودکان برای زنده ماندن مشاهده می شود. دهکده‌ای به نام وارن پرسی در این کوهپایه یورکشایر وجود داشت. اکنون از آن روستا فقط همین باقی مانده است. معمولاً دسترسی به گورستان‌ها برای باستانشناسان ممنوع است، اما در اینجا به آنها اجازه داده شده به حفاری بپردازند. آنها هم بزرگترین گورستان کودکان روستاهای قرون وسطا را که ممکن است در انگلستان پیدا شود در اینجا یافتند. بقایای این گورستان از واقعیت‌های تلخ و غم‌انگیز زندگی در دوره قرون وسطا پرده بر می‌دارد. در آزمایشگاه میراث انگلستان واقع در پورتموت، دکتر سایمون میز 20 سال از عمرش را صرف تجزیه و تحلیل استخوان‌های پیدا شده در این گورستان کرده. اگه به اسکلتا نگاه کنیم می‌بینیم در مقایسه با کودکان امروزی چقدر کوچیک بودن. من طرح کلی اسکلت یک بچه 10 ساله اهل وارن پرسی رو اینجا نشون دادم. این یکی هم اسکلت یک کودک 10 ساله عصر حاضری که برای مقایسه در کنار هم گذاشتم. بله، خارق‌العاده است. پس از جهت نظری یک کودک 10 ساله باید این اندازه باشه، درسته؟ پس دلیل تفاوت اندازه چیه؟ فکر میکنم در وهله اول مسئله تغذیه و رژیم غذاییه. این بچه ها یک رژیم غذایی خوب و
مغذی نداشتن. پس نوع تغذیه اونا به ما کمک میکنه که علت تفاوت اندازه این دو تا استخوان رو بفهمیم، درسته؟ این یکی متعلق بچه 10 ساله است. درسته. در مقایسه به این نتیجه رسیدیم که قد اونا حدود 22 سانتی متر کوتاه‌تر بوده که قابل توجه میتونه باشه. آیا این بچه بچانسی آورد که در اون سن و سال مرده؟ حدود نیمی از اسکلتایی که ما از حیاط یک کلیسا بیرون آوردیم مال کسایی که قبل از رسیدن به 20 سالگی مرده بودن. نیمی از اونا؟ درسته، نیمی از اونا. نرخ مرگ و میر وحشتناکیه، یعنی شانس رسیدن به بزرگسالی 50-50 بوده. در مجموع بله، درسته. با در نظر گرفتن رشد ناقصی که ناشی از تغذیه بد و نارسا بوده و با توجه به اینکه نیمی از کودکان قبل از رسیدن به 20 سالگی جان می سپردند، این استخوان‌ها می توانند به ما بگویند که کتاب رستاخیز آشکار نکرده که چند وقت یک بار بچه ها در مبارزه برای زنده ماندن شکست می خوردند. من به عنوان یک مورخ اغلب روی اسناد و مدارک، وسایل و ابزار بر جای مانده ساختمان‌ها و هر آنچه از مردان بزرگسال باقی مانده کار می‌کنم. در این بررسی‌ها بسیار نادره که صدایی از کودکان بشنوم یا با شواهد و مدارکی مواجه بشم که اونها خودشون بر جای گذاشته باشن. و دیدن بقایای اجساد وارن پرسی بسیار جالب و تکان دهنده است. با وجود نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، این یک جامعه بسیار جوان بود. تقریبا نیمی از جمعیت زیر 18 سال داشتند. بنابراین به اندازه کافی افراد بزرگسال در آن روستا وجود نداشتند که روی زمین کار کنند و بتوانند برای همه غذا و لباس فراهم کنند. کودکان هم به ناچار در مبارزه بزرگی که برای زنده ماندن در جریان بود شرکت می کردند. آنها در همه کارها کمک می کردند، از مراقبت از حیوانات گرفته تا جدا کردن گندم از کاه. پس این یک بازی کودکانه نیست، بلکه کاریه که یک بچه می تونست انجام بده. کریس راسل بیش از 20 سال است که از روش‌های سنتی کشاورزی در قرون وسطا استفاده می کند. از هفته صبح کار شروع میکردن و همینطور ادامه میدادن. بچه های بیچاره مجبور بودن این کار رو انجام بدن و واقعا کار خسته کننده این بود. باید دقت میکردن همه ی دونه های گندم از چوب و کاه جدا کنن. با وجود سوء تغذیه و گاهی هم بیماری، کارهایی را انجام میدادن که امروزه ما آنها را جزو کارهای بزرگ سالان طبقه بندی میکنیم. در آن زمان از بچه ها و نوجوانان انتظار میرفت کارهای یدی دشواری را انجام دهند. از چند سالگی اجازه داشتید؟ زمین رو شخ می‌زدن. درسته؟ بنابراین بچه‌ها باید همه کارهای مربوط به حرکت دادن گاواهن و کارهای متفرقه دیگر رو انجام می‌دادن. در تلاش دائمی برای زنده ماندن، بچه‌ها سخت کار می‌کردند و در جوانی می‌مردند. آیا این شرایط گویای آن است که زندگی در قرون وسطا چنان دشوار بود که والدین به اندازه امروز به فرزندانشان توجه نمی کردند و اهمیت نمی دادند؟ پاسخ این پرسش در آرشیوهای ملی واقع در کیو غرب لندن نهفته است. اینا نخستین تومارهای پزشکی قانونی انگلستانه که نخستین بار در دهه 1270 گردآوری شده و به این ترتیب تقریبا 750 سال قدمت دارن. وقتی روی اونا کار میکنیم میبینیم که جوهرها در بعضی از قسمتها پاک شده و در واقع خوندنشون کار بسیار مشکلیه. در ضمن خواندن آنها اصلا خوشایند نیست، چون داستانهای غم‌انگیزی رو بازگو میکنن. همیشه میدونیم هر وقت اسم بچه‌ای رو در اون وسط میبینیم باید منتظر یک پایان رقت انگیز باشیم. در اینجا به ماجرای دختر کوچکی به اسم آمیس برمیخوریم که دختر سیبل بوده. اون مشغول کمک به مادرش بوده و مادر با یک ظرف فلزی پر از آب جوش کار میکرده و آمیس بیچاره توی آب جوش میفته. مادر وحشت زده به طرفش میدوه و میکوشه دختر رو بیرون بیاره، اما دیگه خیلی دیر شده بوده و آمیس در اثر سوختگی شدید جان میسپاره. بله، در اینجا یک پسر بچه 5 ساله به اسم ریچارد برای کمک کردن به پدرش به درون چاه میره تا آب بیاره، اما به قعر چاه سقوط میکنه. اون طبعا نمیتونه بیرون بیاد و همونجا خفه میشه و در اینجا از این ماجرا به عنوان یک حادثه ناگوار یاد شده و اشاره شده که سرانجام خواهرش اونو پیدا کرده.
در اینجا هم ماجرای رابرت پسر والتر رو میخونیم. رابرت در اثر رعد و برق کشته شده و پدرش سراسیمه در میان مزرعه میدویده تا پسر رو نجات بده، اما دیگه خیلی دیر شده، اون مرده بوده. این اسناد و مدارک ثابت میکنند که والدین چقدر از مرگ فرزندانشان پریشان و افسرده میشدند. آنها عاشق بچه هایشان بودند. عشق و مهربانی آنها نشان می‌دهد که در جامعه‌ای سرشار از محبت و عاطفه زندگی می‌کردند. امروز ما به کودکی به عنوان دورانی خاص و ارزشمند می‌نگریم. می‌کوشیم به بچه‌ها فرصت تجربه دوران قرون وسطا استکار می‌کردند و به بازی نمی‌پرداختند. آیا باید ایر این تصور بشویم که برای آنها کوی از بیمنده و وجود نداشته؟ مورخ چیزی به عنوان دوران کودکی وجود نداشته و کودکان فقط بزرگسالان کوچک‌اندام بودن، اما در حقیقت اینطور نیست. اون افسانه کاملا نادرست و بی‌ارزشه. مورخان شواهد و مدارکی را کشف کردند که نشان می‌دهد کودکی به عنوان یک مرحله مشخص و جداگانه از زندگی واقعاً وجود داشته. مثلا در متون بر جای مانده از قرون وسطا گهگاه تصاویری از بازی کودکان را مشاهده می‌کنیم. دکتر گرانزا لوئیس نظریه‌ای را ارائه کرده مبنی بر اینکه شواهد و مدارک بازی بچه‌ها را می‌توان از تحقیقات باستان‌شناسی هم استنتاج کرد. او نقاشی بروگال را در مورد بازی کودکان مورد بررسی قرار داده. وای واقعا شگفت‌انگیز، اینجا چه خبره؟ خب من واقعا اینو خیلی دوست دارم. بازی بچه‌ها رو نشون میده 500 سال قدمت داره، اما واقعا داره نشون میده که بچه‌ها درست تمام همون کارهایی رو میکنن که ما از اونها انتظار داریم. ببینید چه تصویر شادیه، نگاه کنین. اینجا دخترایی رو میبینین که در حال دویدن هستن و حرکاتی مثل نرمش انجام میدن. اینجا هم روی تپه مشغول بازی پادشاه و رعیتن. اینجا هم دارن استخوان بازی میکنن، یعنی یه تکه استخوان رو بالا میندازن و قبل از اینکه به زمین بیفته اونو میگیرن. اینم یه جور بازی ساده است. این گویا مراسم ازدواجه، یه نفر داره وارد عبادتگاه میشه. چقدر قشنگه. آره شاید هم تاجگذاریه، مطمئن نیستم. اینجا دارن دست جمعی حرکت میکنن، همه روی سرشون شاله کوچکی انداختن. یه دختر کوچولو هم داره تماشا میکنه. این نقاشی یک فانتزی شلوغ و پلوغ از بازی بچه هاست. البته لوئیس معتقده که ما میتونیم شواهد و مدارک واقعی باستانشناسی رو هم در این مورد پیدا کنیم. تصور کنین که همه بچه های این صحنه رو ناگهان صدا کنن که برن و بخوابن. اونا با عجله برن و همه چیزایی که با اونا بازی میکردن همینجا بمونه. حالا ببینیم با چه چیزایی از نظر باستانشناسی روبرو هستیم. به این آجرهایی که در اینجا روی هم انبار شده دقت کنین. ما این امکان رو که بچه ها اونا رو روی هم چیدن نادیده میگیریم. این سنگا که اینجا روی هم گذاشتن رو نگاه کنین. اینم یه بازی بوده و نشون میده که چند سنگ رو به شکل دایره کنار هم گذاشتن و یک سنگ هم روی دایره گذاشتن. درست مثل یه بنای سنگی به نظر میرسه. این طبیعیه که یه باستانشناس معمولی با دیدن اونا به یاد بچه‌ها نمیافته، اما وقتی بدونیم و بفهمیم که بچه‌ها ممکنه چه چیزایی داشته باشن و چه کارهایی بکنن، در اون صورت با دید باستانشناسی به این چیزا نگاه میکنین. اینو ببینین، یه نفر از یه دیگ به عنوان پایه کرده. میبینین که یه نفر داره به طرفش میدوه و میخواد به اون دست بزنه تا ثابت کنه به اون رسیده و لمسش کرده. این دیگ نماد دیگ‌های قرون وسطاست و به ندرت ممکنه کسی تصور کنه که از اون برای بازی استفاده کردن. نظریه لوئیس را یافته‌هایی در مورد اسباب بازی بچه‌ها تایید و تقویت می‌کند. اینا درست از روی اسباب و لوازم منزل ساخته شده. شکل لوازم خونه عروسکی که بچه‌ها الان از اون استفاده می‌کنن و مجموعی از لوازم خونه که اینها در مقیاس کوچکتر ساخته شده. بنابراین نتیجه می‌گیریم که در قرون وسطا ما فرهنگ کودکی و بچگانه داشتیم و بچه‌ها با همون رفتارهای مخصوص کودکان بازی می‌کردن. یعنی فقط خونریزی و عرق ریختن و اشک نبوده. من جسور و جوانم، نترس و بی ثبات. من تمام وقتم را به بازی کردن می گذرانم. می دوم، می پرم، کتاب می خوانم، ورزش می کنم، کشتی می گیرم، سنگ پرت می کنم و از درختان بالا می روم که میوه بچینم. اینها همه نشان می دهند که حتی در میان محرومیت های قرون وسطا وقتی هم برای بازی بچه ها وجود داشته و آن کودکی دوره مشخصی بوده که مردم آن را می شناختند. مردم به آن احترام می گذاشتند و حتی گاهی در هنرها از آن تجلیل می کردند.
حوالی قرن دهم، گذار از کودکی به بزرگسالی در قانون کاملا مشخص شد. در اوایل قرون وسطا بریتانیا مجموعه ای از حکومت‌های شاهی کوچک بود که غالبا با هم در جنگ بودند. در هر حکومتی رقابت‌های شدید و خونینی در می‌گرفت و انتقام‌جویی و خونخواهی یک مسئله شخصی بود و یک خانواده را علیه خانواده دیگر می‌شوراند. تصور کنید الان قرن هفتم است و من شخصی را به قتل رساندم. خانواده قربانی برای انتقام گرفتن به سراغ من می‌آیند. اگر موفق بشن منو مصدوم و معیوب کنن یا بکشن، خانواده من برای حفظ عزت و شرف خودشون به انتقام جویی از اونها برمیخیزن. خیلی جالبه. بنابراین ما در یک حلقه معیوب انتقام جویی و تلافی و مجازات اسیر میشویم و در یک حرکت مارپیچی غیر قابل کنترل قرار میگیریم. یک دشمنی خونین. در اواخر قرن نهم، انگلستان برای نخستین بار تبدیل به یک کشور واحد شد. در دوران حکومت آتلستان و ادگار، قانون انگلستان تغییر کرد. این کتاب مجموعی از قانونهای اولیه انگلستانه. در این قوانین اومده که لحظه تعیین کننده گذار از کودکی به بزرگسالی در قانون مشخص شده. اینجا به انگلیسی قدیمی چنین نوشته که وقتی پسران به 12 سالگی برسن، در چشم قانون بزرگسال تلقی میشن. اونها باید به یک گروه 10 نفره بپیوندن. این گروه یک باند قانونی متشکل از 10 مرد روستایی بود، گروهی که در قرون وسطا پاسخگوی جنایات و مسئول تنبیه و مجازات بود. اصل قضیه این بود که اگر هر یک از این 10 نفر متهم به ارتکاب جرم و جنایتی می شدن، اون 9 نفر دیگه مسئول آوردن اون به مراجع قضایی بودن. در غیر این صورت خودشون هم با پیامدهای اون جرم و جنایت روبرو می شدن. در واقع به نوعی گناهکار محسوب می شدن. اون دشمنی های سخت و کینه توزی های قدیمی به صورت فرمی از یک سیاست پلیسی جمعی در اومده بود. هر فرد 12 سال به بالا مسئول بقیه افراد بود و راه گریزی از این سیاست وجود نداشت. اگر کسی عضو اون گروه های 10 نفری نمی شد، قانون شکن و یاغی بود و این مسئله بدان معنا بود که هر کس میتونست اون رو به قتل برسونه و از مجازات هم معاف باشه. این قانون بسیار پیچیده‌ای بود و نشانه جدیدی از مردی و مردانگی را به وجود آورد. همه برای اثبات تعهد خودشون نسبت به جامعه باید سوگند می‌خوردن. سوگند به خدا و این کتاب مقدس، من نسبت به شاه کنیوت وفادار و صادق خواهم بود و طبق قانون الهی همه کسانی را که او دوست دارد دوست دارم و از هر کس که او اجتناب کند من هم اجتناب می‌کنم و هرگز نه ارادی و نه به زور و نه با حرف و نه با عمل آنچه را برخلاف میل و خواسته اوست انجام نخواهم داد. بنابراین میتونین تصور کنید که برای یک پسر 12 ساله این لحظه گذار خارق عادی از کودکی به بزرگسالی بود که در حضور جمع صورت میگیره و همه اعضای روستا در آن شرکت میکردند. در اینجا بود که شخص وارد دنیای بزرگسالان میشد. در جامعه مقام و موقعیت و مسئولیت پیدا میکرد و در این حال از حمایت و حفاظت برخوردار میشد. این سوگند بعدها پایه و اساس حقوق عرفی ما را تشکیل داد و انگلستان را از بیقانونی رهایی بخشید. بین سالهای 900 و 1300 اقتصاد انگلستان شکوفا شد. تعداد جمعیت پیوسته رو به افزایش بود. از زمین‌های کشاورزی در ابعاد گسترده استفاده می‌شد و فرصت‌های فزاینده‌ای برای کسب سود از طریق تجارت و بازرگانی فراهم می‌شد. پرورش گوسفند و فروش پشم به بازرگانان قاره اروپا باعث شد مرکز و شرق کشور بسیار ثروتمند بشه. این ثروت و موقعیت‌های روزافزون رفته رفته جامعه را متحول کرد و طبقه اجتماعی جدیدی را به وجود آورد. البته جزء اشراف محسوب نمی شدن، اما بسیار شیک و مطابق مد روز بودند. آنها برای خود خانه های لوکس و بزرگی می ساختند.
این ساختمان زیبا به احتمال زیاد تنها خانه اربابی در انگلستانه که از گزند زمان سالم باقی مونده و نکته جالب اینه که من کلیدش رو دارم. خانه های بزرگی مثل این به چندین خدمتکار احتیاج داشت و بسیاری از آن خدمتکاران پسران نوجوانی بودند که از روستاهای اطراف برای کسب درآمد مناسبی به اینجا می آمدند و برای نخستین بار در زندگیشان دور از خانه و خانواده زندگی می کردند. آنها کارگرهای ارزان قیمت بودند، اما در این حال چیزهای زیادی هم به دست می آوردند. این فرصتی بود که خود را بالا بکشند. پروفسور نیکولاس اوروم یک محقق برجسته در زمینه کودکی در قرون وسطاست. اینجا یه خونه خودکفاست. ساکنان خونه غلات مورد نیازشون رو در همینجا و از روی زمین‌های خودشون تأمین می‌کردن. اونا برای خودشون آشپزخونه، قهوه خونه، نونوایی و استبل داشتن. در هر قسمت 3 یا 4 نفر کار می‌کردن که در میان اونها یه نوجوان بوده که در اینجا آموزش می‌دیده. این محل سکونت خدمتکاران قصره. در اینجا کسانی که قرار بود در آینده خدمتکار بشن، مخصوصا وقتی بیکار بودن، جمع می شدن. اینجا محل سکونت حدود 10 یا 12 پسر جوان بود که البته همه آنها روستایی نبودند. در واقع خدمتکاران ارشد خودشون آریستوکرات یا همون نجیبزاده بودند. می دونید نوجوانانی از خانواده های اصیل به اینجا می اومدن تا یاد بگیرن چطور از مهمونا پذیرایی کنن، مؤدب باشن، درست صحبت کنن و چطور غذا سرو کنن. اونا از ارباب و همسرشون هم باید پذیرایی میکردن. بله، درسته. بچه های خانواده های اصیل با فرزندان خانواده های بسیار پایین تر کنار هم زندگی میکردن، یعنی شهروندان معتبر و کسانی که در پایین ترین قسمت طیف اجتماعی بودن همه با هم بودن. درسته، اونا در واقع از نظر فاصله در مقایسه با عصر ویکتوریا که تقسیم بندی های طبقات بالا و طبقات پایین به شدت رعایت میشد و خیلی نزدیک به هم زندگی میکردن، اونا به شدت با هم صمیمی بودن و نوع تفاوتی از اجتماع نمایندگی میکردن. فرض کنیم یک پسر 14 ساله مثلا فرزند یک خانواده معمولی برای نخستین بار به اینجا می اومد، در چنین صورتی آیا از بزرگی و وفور نعمت این خانه تعجب نمی کرد؟ برحال لحظه ورود در زندگی اون یه لحظه گذرا بود. اینطور نیست؟ اینکه از یه خونه روستایی که خیلی کوچیکه به چنین خونه ای بیاد، مسلما از نظر خورد و خوراک براش خیلی خوب بود. در این قبیل خونه ها همیشه مقدار کافی نون، گوشت و سایر خوراکی ها وجود داشت. بله، در دوره معیشت کشاورزی که اکثر مردم در مقاطع خاصی از سال غذای کافی نداشتن، موقعیت بسیار خوبی بود. اونا وضعیت خودشون رو تثبیت می‌کردن. مهاجرت جوانان به خانه های اربابی مثل خانه استاکسی باعث تحرک و پویایی اجتماعی می شد و برای بچه ها امکان پیشرفت را فراهم می کرد. نوجوانانی که از پایگاه اجتماعی پستی برخواسته بودند فرصت می یافتند تا خود را از محدودیت های زندگی روستایی برهانند و زندگی مرفه تری داشته باشند. فکر میکنم درست نباشه که یک حکم کلی صادر کنیم و بگیم اربابان قرون وسطا همگی افراد خشن و بد برخوردی بودند. همه ی تصاویری که از اربابان اون زمان میبینیم اینه که ران مرغ سرخ شده رو گاز میزدن و بعد هم استخونش رو پشت سرشون مینداختن. شنیدیم که زندگی شبانی اونها غرق عیاشی بوده. نباید روی میز آب دهان بیاندازید. با انگشت و ناخن خود بدنتان را نخارانید و مواظب باشید در سر میز با چاقوی غذاخوری دندانتان را پاک نکنید. خواندن کتاب‌های آداب معاشرت متداول بود. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد از بچه‌ها انتظار می‌رفت از همان اوان کودکی رفتار شایسته و مؤدبانه‌ای داشته باشند تا در زندگی موفق شوند. مواظب باشین که ناخن‌هاتون واقعا تمیز باشن، که البته این جمله طعن‌آمیزه چون در این لحظه ناخن‌های من خیلی تمیز نیستن. آرامش و ادب را رعایت کنید، نه بلند بخندید و نه بلند حرف بزنید. با فریادهای بلند و آوازهای آزاردهنده مزاحمت ایجاد نکنید، مبادا اربابتان صداها را بشنود.
این دستورالعمل های مکتوب الگوی رفتار کودکان بود، اما در این حال پاره ای از واقعیت های زندگی در یک خانه اربابی را نیز آشکار می کرد. البته این دنیایی کاملا مردانه بود و پسران جوان اغلب با خشونت و توبیخ مواجه می شدند.